دیگه داشت دیوونم میکرد. میخواستم به حال خودش رهاش کنم که یه نفر بسته بیسکویت پتیبور دستش داد. گنوا به محض گرفتن بیسکویت رو زمین ولو شد و شروع به خوردن کرد. دوباره بهش گفتم ببین اینجا همه چی هست، نرو بیرون. زنای دیگه هم هستن، اونام اینور اونور نمیرن. هر چی خواستی به همینا بگو. اصلا واکنشی به حرفام نشون نداد، سرش به خوردن گرم بود. از مسجد بیرون اومدم و راه افتادم به طرف جنت آباد. ذهنم مشغول حرفای جهان آرا و کارای گنوا بود. به 40 متری نرسیده از پشت سر شنیدم خواهر خواهر. ایستادم و به عقب برگشتم. دوتا پسر لاغر و استخونی کم سن و سال کمی عقبتر از من داشتن به طرفم می اومدن. روی شونه یه پسری که قد بلندتر و سبزتر بود اسلحه M1 بود. این دو نفر رو صبح موقعی که با ابراهیمی حرف می زدم تو حیات مسجد دیده بودم. وقتی صدام بالا رفته بود اومده بودن و به جر و بحث من و ابراهیمی گوش می کردن. به من که رسیدن سلام کردن. یکی از اونا پرسید شما برای جنت آباد نیرو می خواهید؟ گفتم آره. گفتن ما حاضریم باهات بیایم اونجا. نگاهی بهشون کردم و با خودم گفتم اینا به این لاغری و ضعیفی چطور میخوان جنازه های سنگین رو جا به جا کنن؟ اصلا با این سن و سال کمشون میشه انتظار داشت جنازه ها رو که میبینن طاقت بیارن و جا نزنن؟ خیلی از بزرگترها و گندتراش اومدن و رفتن و دیگه هم پشت سرشون رو نگاه نکردن. بعد خودم رو سرزنش کردم که آخه دختر مغرور خودخواه، مگه خودت روز اول دچار قش و ضعف نشدی؟ داشت روح از بدنت پر میکشید. از کجا میدونی اینا بهتر از تو نباشن، از تو قوی تر نباشن؟ هرچی باشه اینا مردن و تو دیدن این چیزا از زنا با طاقت ترن. بعد از این مکس گفتم اونجا کارا خیلی سنگینه ها، شهدا رو باید غسل بدید و کفن کنید، جنازه ها رو جابجا کنین و به خاک بسپارید. اگه دلشو دارید بسم الله. پسری که M1 رو دوشش بود گفت ولی شما گفتید چند نفر مسلح برای نگهبانی میخواید؟ گفتم آره نیروی مسلح هم میخوایم. گفت خب ما میایم برای نگهبانی، اگه تونستیم تو کار دیگه هم کمکتون میکنیم. گفتم دستتون درد نکنه. حالا الان میایید؟ گفتم آره. برای اینکه خیال ابراهیمی رو کمی راحت کنم گفتم پس بریم مسجد اطلاع بدم شما دارید میاد جنت آباد. برگشتیم مسجد و دوباره رفتم سراغ ابراهیمی. باز مشغول بود، با این حرف میزد، با اون حرف میزد، تلفن رو جواب میداد. به بعضی هم که مثل من سرش میریختن و داد و بیداد میکردن با لبخند پاسخ میداد. گاهی هم داغ میکرد، اما این حالتش یه لحظه بیشتر طول نمیکشید و دوباره آروم میشد. به خودم گفتم چه آدم با ظرفیتیه، چقدر طاقت داره. در بین اون هیاهو صدامو به ابراهیمی رسوندم که این دوتا بنده خدا میخوان همراه من بیان جنت آباد. گفتم بهتون گفته باشم، ولی این نباشه که دیگه به فکر اونجا نباشین و نیرو نفرستینا. گفت خیالت راحت، من سعی خودمو میکنم که به اونجا رسیدگی بشه. تو مسیر جنت آباد پسرا درباره وضعیت جنت آباد سوال میکردن. منم همه چیزو مفصل براشون تعریف کردم. وقتی گفتم شهدا جمع شدن و کسی نیست غسلشون بده و دفنشون کنه خیلی ناراحت شدن و گفتن اگه ما میدونستیم زودتر میومدیم. این چند روز تو مسجد کار زیادی نبود انجام بدیم، خیلی علاف بودیم، کاش میومدیم جنت آباد. چون اونا اسم منو میدونستن منم اسمشونو پرسیدم. پسری که کوتاه‌تر بود گفت من عبدالله معاوی هستم، برادرمم حسن تو سپاهه. اون یکی گفت اسم منم حسین عیدیه. قیافه حسین عیدی برام آشنا بود. تو دلم گفتم من اینو یه جایی دیدم، ولی کجا؟ بالاخره گفتم قیافت خیلی برام آشناست، ولی یادم نمیاد کجا دیدمت. با حجب و حیای خاصی گفت ما خونمون تو خیابون میناست، روبرو نونوایی. یادم افتاد این یکی از پسر بچه های محله میناست که حالا قد کشیده. گفتم تو همون حسینی که بچه ها بهت میگفتن سیاه مو فرفری؟ خندید و گفت ها خودمم. هرچی به جنت آباد نزدیکتر میشدیم نگرانیم بیشتر میشد. فکر میکردم نکن همون فکری که من درباره ناتوانی این دوتا کردم زنها و مردای جنت آباد با دیدنشون بکنن و بگن این نیروی بود که میخواستی بیاری؟ ولی الحمدلله اینطوری نشد. همه به خوبی از حسین عیدی و عبدالله معاوی استقبال کردن. منم خوشحال از این برخورد گفتم اگه میخواید کمک کنید برید غسالخونه مردا. بیچارها با اینکه گفته بودم برای نگهبانی میان بدون هیچ حرفی وارد غسالخونه مردونه شدن. من و زینبم با دو تا مرد سر برانکاری رو گرفتیم و شهیدی رو برای خاک سپاری بردیم.
جنازه خیلی سنگین بود و به کمرم فشار آورد. وقتی برگشتم نزدیکی های غسالخونه لبه جدول نشستم تا کمی استراحت کنم. یه دفعه دیدم دختری به طرفم میاد. اونو تو مسجد جامع دیده بودم. عصر وقتی از حیات مسجد بیرون می اومدم دیدم رو جعبه ها کنار دیوار نشسته و منو صدا زد و گفت خواهر بیا. با تعجب به طرفش رفتم و پرسیدم با منی؟ گفت آره، تو منو نمیشناسی ولی من تعریف تو رو خیلی شنیدم. میگن تو جنت آباد خیلی کار میکنی، خیلی شجاعی، اونجا میمونی. من که میترسم. میگن تو شهدا رو دفن میکنی. گفتم آره. اسمشو همون موقع به هم گفت، ناهید بود. پرسید نمیخوای بیای مسجد؟ گفتم نه، من شب و جنت آباد میمونم. گفت اینجا؟ گفتم آره، شب اولم که نیست. یه دفعه حالت برخوردش عوض شد. تعجب کردم. اون که اول با من گرم گرفته بود حالا با تحکم و پرخاش گفت این که درست نیست یه دختر جوون اینجا بمونه. گفتم پیر و جوون نداره، من که تنها نیستم، بقیه هم میمونن. گفت نه، تو نباید بمونی، من صورت جلسه میکنم. اینو که شنیدم خیلی عصبانی شدم. گفتم چی؟ چی کار میکنی؟ مگه تو چه کاره ای؟ مثل اینکه از رئیس بازی خوشت میاد، برو صورت جلسه کن. گفت جواب منو میدی؟ بهت نشون میدم. هرسم گرفت. گفتم حرف زور میزنی، برو هر کاری دوست داری بکن. زینب خانومم که شاهد درگیری ما بود گفت تو سر و کلت از کجا پیدا شد؟ برو پی کارت. دختر که حدود 20 و چند ساله بود و هیکل نسبتاً چاق و قد کوتاهی داشت با عصبانیت و ناراحتی رفت و نیم ساعت نشده برگشت. هوا تاریک شده بود. میخواستم برم وضو بگیرم که زینب خانم صدام کرد و گفت زهرا بیا، این دختر برگشته، با خودش مأمور آورده. این بار ناهید همراه مرد جوان اومده بود. مرد ریزنقش با قدی کوتاه و لاغر اندام که پیرهن سفیدش رو شلوار انداخته بود. مرد غیر منطقی و سرسختی به نظرم اومد که نمیشد باش حرف زد. نزدیک که شدن پرسید خواهر حسینی کیه؟ گفتم منم، کاری داشتید؟ با لحن سرزنش آموزی پرسید میخواستم ببینم چرا میخواید اینجا بمونید؟ با اجازه کی موندید؟ گفتم این دفعه اولم نیست که اینجا میمونم، با اجازه پدرم اینجا. ضمناً اشکال اینجا موندنم چی از نظر شما؟ گفت اشکال؟ اشکال که نداره، به خاطر خودتون میگم. اینجا امنیت نداره، شما یه خانم جوون هستین، مردا باید بیان به کارهای اینجا برسن. گفتم من اینا رو میدونم، اتفاقا چون اینجا امنیت نداره میمونم. شهدای ما اینجا تنهان، هیچکس به فکر حفاظت اینا نیست. مرد کو بیاد اینجا؟ مردا رو بیارید، شما هم خودت بیا وایسا، ما میریم. گفت من که نمیتونم، کلی کار ریخته سرم، تازه شهدا محافظت میخوان چیکار. گفتم تشریف بیارید بهتون نشون میدم. راه افتادیم و رفتیم جلوی غسالخونه. شهدایی رو که راه به راه خوابونده بودیم نشونش دادم و گفتم اینا محافظت میخوان، شبا وقتی سگا حمله ور میشن شما کجایی ببینی اینجا چه خبر میشه. دیشب ما کلی حواسمون بوده، باز امروز میبینیم سگا زمین جنت آبادو کندن. تازه سازمان مجاهدینم از یه طرف، مردم جنازه بردن بیمارستان طالقانی، وقتی رفتن پس بگیرن بیمارستان نداده، گفتن نامه بیارید. معلوم شد نیروهای سازمان مجاهدین جنازه ها رو گرفتن بردن تو شهرهای دیگه، به اسم شهدای سازمان مجاهدین تبلیغ کردن و جنازه رو خاک کردن. اگه حمله ای بشه، چه از طرف سگا چه از طرف منافقین مجاهدین، از این چند تا پیرزن و پیرمرد تو جنت آباد چه کاری برمیاد؟ گفت به هر حال اینجا نمونید بهتره. گفتم منم موافقم، برید چند نفر مسلح رو بیارید اینجا تا خیالتون راحت بشه. گفت برم ببینم چی کار میتونم بکنم. حرف که به اینجا رسید سرشون رو پایین انداختن و رفتن. خیلی عصبانی بودم، به هم برخورده بود. زینب دلداریم داد که اهمیتی نداره. گفتم ببین وسط این همه بدبختی و کار توی این اوضاع اومدن پیله کردن به من. 3-4 ساعت بعد هوا که کاملا تاریک شد همه دست از کار کشیدیم. شام اون شب نون و کنسرو ماهی بود. هیچ کدوم اشتها نداشتیم. خورده نخورده بلند شدیم و با لیلا و زینب خانم رفتیم دم باغچه. کنار مسجد نشستیم. حسین و عبدالله هم کمی اون طرفتر نشسته بودن. گاه بلند می شدن و تا دم در می رفتن و بر می گشتن. صدای پارس سگا تو سکوت شب و مابین انفجارها به گوش می رسید. هرچه می گذشت صداها بیشتر و نزدیکتر می شد.
قبلا از محوطه بیابانی پشت قبرستون صبحی ها صداشون می اومد، ولی کم کم انگار محاصرمون کرده بودن. هممون گوش تیز کرده بودیم ببینیم چه اتفاقی می افته. زینب خانم گفت اونقدر خون خوردن که هار شدن. یاد شب قبل افتادم، حالت حمله‌ای که داشت و کفی که از دهانش می‌ریخت تو ذهنم اومد. یه دفعه از سمتی که دیوار قبرستون ریخته بود صداها بیشتر شد. من، زینب خانم و به دنبالمون لیلا به اون سمت دویدیم. حسین و عبدالله هم خودشونو به ما رسوندن. حسین گفت شما جلو نرید، پشت سر ما بیاید، من با تیر میزنمشون. گفتم گناه دارن زبون بسته‌ها رو، برای چی بکشیم؟ گفت اگه نکشیمشون ما رو تیکه پاره میکنن. گفتم شلیک هوایی کنید، از صدای تیر میترسن در میرن. به طرفمون شروع به دویدن کردن. ما هم نشستیم و تو دامنمون سنگ جمع کردیم و از همون فاصله به طرفشون پرت کردیم. این کار ما جلی ترشون کرد، با سرعت بیشتری به طرفمون اومدن. در این حال از هم فاصله گرفتن، چند تایی سمت راست و چند تایی سمت چپ رفتن. دو سه تا هم از روبرومون می اومدن. در یه لحظه یه نیم حلقه دور ما زدن، حالت حمله داشتن. دندوناشون رو هم می ساییدن و چشاشون عصبی بود. به فاصله 3-4 متری ما که رسیدن ایستادن و از همونجا شروع کردن به پارس کردن. دندونای تیزشون در اون فضای نیمه تاریک برق می زد. توی دلم پر از ترس شده بود. قیافه هاشون خیلی وحشتناک بود. با چشاشون می خواستن آدم رو بخورن. کف از دهانشون بیرون می ریخت و بند دلم رو پاره می کرد. خیلی نگران لیلا بودم. معلوم بود بقیه هم می ترسن. مرتب به همدیگه می گفتیم زیاد جلو نرید، اینا هارن، اون طرف رو مواظب باشید. وقتی دو سه تا از سگا جلوتر اومدن و بقیه هم به دنبالشون حرکت کردن، زینب شروع کرد به جیغ زدن. از جیغ اون هم خندم گرفت، هم عصبی شدم، چون برام عجیب بود زینبی که تا اون موقع در مقابل همه چیز محکم ایستاده بود و از ما پشتیبانی میکرد اینطور بیتابی کنه. بهش گفتم جیغ نزن، الان اینا وحشی تر میشن. با همون حالتی جیغ و فریاد گفت وحشی تر از این؟ تا الان شهید نشدیم، الان اینا تیکه پارمون میکنن. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها، ترس دارم از شب، از شب بی خاطره ها. آتشی بدار من زن افرد دار رد نفیر پنجره ها، سوز این آتش در دل شب ها، زخم کنه سرم گشا، زخم کنه سرم گشا. خدا نور را پنجره را